دوستان عزیزم سلام همراهان خوب کانال یوتیوب پویوس آکادمی رضا نظر بگی هستم درسای ص صفر تا صد ادوبی لایتروم کلاسیک رو داریم تو این جلسه ویدیویی میخوام در ارتباط با نحوه سیاه و سفید کردن تصاویر باهاتون صحبت کنم اینکه چطور تصاویر رنگیمون رو سیاه و سفید کنیم و بتونیم همین توناژ رنگی که اینجا داریم رو به کار بگیریم برای اینکه زمانی که تصویرمون سیاه و سفید شد اون تیف رنگی بین سیاه تا سفید رو بتونیم با همین توناژ رنگی که اینجا داریم و زیاد کنیم قسمت‌های مختلفش رو در مثال بهتر میتونم بهتون توضیح بدم که منظورم چیه اما قبل از شروع کار و قبل از اینکه بریم سراغ سیاه و سفید کردن تصویرمون میخوام در ارتباط با موضوعی به اسم virtual copy باهاتون صحبت کنم ما میتونیم از تصاویری که داریم برای اینکه تغییراتمون رو روش اعمال کنیم یه جاهایی مثلا, مثلا مثل همین سیاه و سفید کردن تصویر و بیایم با اصل تصویر مقایسش کنیم یه قسمت هایی رو ببینیم که چه تغییراتی داریم اعمال میکنیم میتونیم ازش یه کپی بگیریم حالا خیلی جای دیگه هم ممکنه به کار بیاد به هر حال اگر میخواین یه کپی مجازی داشته باشین از تصویرتون میتونید از ویرچوال کپی استفاده کنید کاری که انجام میده اینه که یه کپی میگیره ولی کپی رو روی هارد کامپیوترتون نگه نمیداره واسه همین خیلی عالیه برای اینکه حافظه کامپیوترتون رو بیشتر از این اشغال نکنه همون تصویری که اینجا دانید رو میاد مثلا اون تنظیماتی که تا الان داشتین رو ازش کم میکنه حذف میکنه یا میتونین کلا شما کم و زیاد کنین دستورات رو در قالب یک کپی مجازی براتون اجرا میکنه چون تصاویری که با دوربین های مثلا دی اس میگیرین خب ممکنه پر حجم باشن و اگر تعداد این تصاویری که ازشون کپی میگیرین زیاد بشه هر بار بخواد یه دونه کپی پر حجم از اون بگیره روی هاردتون نگه داره کلی از فضای هارد کامپیوترتون رو از دست خواهید داد این کپی مجازی فقط میاد دستورات رو حذف میکنه مثلا اینجا اومدیم رنگ ها رو عوض کردیم یه کپی مجازی ازش میگیریم بعد این رنگ قرمزی که تبدیلش کردیم به سبز رو دوباره برمیگردیم و همون حالت قبلی یعنی دستورات رو فقط کم و زیاد میکنیم اصل تصویر سر جاش باقی میمونه خب برای ایجاد ویرچوال کاپی چی کار میتونیم بکنیم میتونیم بریم سراغ سربرگمون در این بخش بالایی قسمت فوتو و بیایم گزینه ویرچوال کپی رو اینجا پیدا کنیم کرییت Virtual کپی و روش کلیک کنیم من زوم میکنم بهتر مشخص بشه این قسمت رو که دارید میبینید یک کلیک که یک کپی ازش داشته باشیم در این قسمت پایین مشاهده خواهید کرد نحوه نمایشش هم به این شکله که شما یک ورق تا خورده رو یه جورایی میشه گفت این پایین میبینید که نشون میده شما یه ویرچوال کاپی دارین و روی اون الان دارین کار میکنید دقیقا همون قبلیه ولی اگر من تغییراتی روی این کپی انجام بدم روی اصلی شکل نخواهد گرفت. خب چرا من این کارو کردم برای تصویر سیاه و سفیدم الان بهتون میگم. بریم سراغ گزینه بیسیک در نسخه های قبلی لایتروم اگر با نسخه های قبلی دارین کار میکنید ممکنه در بخش HSL HSL و Color yes دیگه هم گذاشته باشه و B&W رو نوشته باشه که اونجا به راحتی روی B&W اگر کلیک کنید تصویر بلک اند وایت میکنه، سیاه و سفید میکنه بهتون تحویل میده برای من در بخش بیسیک این اتفاق میفته بیسیک رو باز میکنم گزینه بلک اند وایت اینجا هستش به محض کلیک کردن روی بلک اند وایت تصویرم سیاه و سفید میشه حالا من میتونم بیام اکسپوژر رو موارد مختلف رو اینجا بازم کم و زیاد کنم این بار به جای اینکه روی بخش کالر، روی بخش رنگیم تغییرات رو ببینم روی بخش بلک اند وایت میبینم بعدم میتونم از همین تصویر سیاه و سفیدم خروجی بگیرم همون کارا رو اینجا هم میتونیم انجام بدیم مثلا هایلایت رو کم و زیاد کنیم میبینید روی وایت و بلک و موارد مختلف تاثیرگذاری مستقیم داشته باشیم یا اینکه بیایم روی رنگ بندیمون تاثیرگذاری تأثیر داشته باشیم و فقط تغییرات روی رنگ بندیمون اجرا کنیم به چه شکلی ببینید من میرم سراغ تصویر اصلیم و بیسیک رو بذاریم من ببندم میام روی قسمت HSL و کالر اگر کلیک کنم خاطرتون هست در این بخش رنگ های مختلف رو به صورت مجزا برای ما گذاشته دونه دونه میتونیم تغییرات روش اعمال کنیم مثلا اگر من رد رو به سمت راست ببرم رنگ این گوجه هایی که اینجا دارم تغییر میکنه به این شکل به سمت رنگ نارنجی میره داریم روی رنگ سیاوس... روی رنگ بندی این کار رو انجام میدیم برای تصاویر سیاه و سفید هم همین اتفاق میفته حالا که برم روی تصویر کپیم به خاطر اینکه در بخش بیسیک بلک اند رو فعال کردم و دیگه روی کالر نیستم اون قسمت HSL که اینجا داشتمش بدین روی تصویر رنگی بهتون نشون بدم HSL کالری که داشتم اینجا خود به خود بلافاصله تغییر میکنه به B&W. یعنی اگر من در بیسیک بلک وایت فعال کنم B&W اینجا فعال خواهد شد جایگزین میشه من دوباره میتونم روی رنگ بندیم روی غلظت رنگیم در از تاثیر گذاری داشته باشم روی تصاویر سیاه و سفید یعنی اگر من رد رو جابجا جا کنم خب میدونین گوجا مثلا رنگ اصلیش قرمزه ولی اگر من اینجا رد رو کم و زیاد کنم به جای اینکه دیگه رنگ نارنجی بده چون سیاه و سفید رو داریم قلزت رنگی تغییر میکنه به سمت چپ سیاهتر میشه به سمت راست روشن تر خواهد شد که میتونیم این تغییرات رو اینجا دونه دونه اعمال کنیم مثلا اگر بریم سراغ رنگ یلو اون مواردی که اینجا در تصویر اصلیمون زرد رنگ بودن اینجا تغییر میکنه حالا چطور میتونم تشخیص بدم کدوم یکی از اینا چه رنگی داره مثلا این سیب سیب قرمز سیب زرد سبز چه رنگیه کاپی رو برای همین گرفتم که بتونم برگردم به تصویر اصلیم که اینجا گذاشتمش اجازه بدیم بیایم این پایین برم سراغ تصویر اصلیم ببینم چه رنگ بندی رو در تصویر دارم رنگ زردم کجاست اینجا دارم پیداش میکنم حالا میرم سراغ کاپی ویچوال کاپی که اینجا داشتم و متوجه میشم مثلا این فلفل دلمه ای که اینجا بود رنگ زرد داره پس من یلو رو اگر تغییر بدم اینم تغییر میکنه خب روی این هم تاثیر میذاره روی این هم که داشتم رنگش زرد بود تاثیر میذاره ولی یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم من اگر از این آیکونی که اینجا هستش یعنی adjust black and white Mixed by dragging in the photo که خیلی مثل طولانی داره اگر بخوام استفاده کنم یه قابلیت خیلی خیلی, خیلی خوب به من میده من میتونم با کلیک و درگ روی یکی از این مواردی که اینجا هستش رنگ بیس و اصلیش رو نه رنگ سیاه و سفید رنگ بیسی که داره رو کم و زیاد کنم یعنی اگر من روی این گوجا بیام و کلیک و درگ کنم به سمت بالا و پایین یعنی درگ کنم به سمت بالا میبینید خودش تشخیص میده که این رنگ های گوجه ترکیبی از رنگ قرمز و نارنجیه رنگ رد اند اورنج و اینا رو داره کم و زیاد میکنه برای من قل رو میبینی داره جابجا جا میشه تأثیر گذاریم رو میتونم با انجام با کلیک و درگ به واسطه این آیکون انجام بدم یه کار دیگه هم برام میکنه زمانی که فعاله من اگر موسم رو بیارم روی این تصویر سیاه و سفید به من نشون میده که بیشترین تاثیر رنگی رو اینجا روی چه رنگی داریم مثلا اگر بیام یه زوم کنم اینجا بهتر مشخص میشه بیام روی این گوجا میبینید رنگ اورنج برای من روی عددش هایلایت شکل میگیره میبینید حالا اگر جابجا جا کنم مثلا اینجا قرمزه قرمزه رو نشون میده برم بالا به من نشون میده اینجا بیشترین تاثیر رو روی رنگ زرد خواهیم داشت اگر هم نخوایم از این آیکون استفاده کنیم از این مورد یه بار دیگه روش کلیک میکنیم غیر فعال میشه یه مورد دیگه برای اینکه خیلی خوب بتونیم تصویر سیاه و سفیدمون رو ادجاست کنیم رنگش رو و یه ترکیب رنگ مناسب از رنگ های تیره و روشن داشته باشیم میتونیم به جای اینکه دونه دونه این موارد رو جابجا جا کنیم روی گزینه اتو هم کلیک کنیم اتو به به صورت اتوماتیکوار بهترین ترکیب قلزت رنگ سیاه تا سفید رو برای ما مشخص میکنه و در نهایت تصویر رو به ما تحویل میده به شکلی که دارید میبینید خب یه توضیح دیگه هم بهتون بدم در ارتباط با اینکه میتونیم از پریست ها هم استفاده کنیم برای ایجاد تصاویر سیاه و سفید خدا میتونیم به صورت دستی این کار انجام بدیم پریست ها هم اینجا وجود دارن برای انجام این کار که با یک کلیک ساده فقط بتونیم تصاویر رنگیمون رو سیاه و سفید کنیم با یک حالت مناسب و یک قلزت رنگی خوب یه ریست کنم این تصویر رو میتونیم بیایم یا اینکه بیایم از همین تصویر اصلی که اینجا داشتیم دوباره با رایت کلیک و زدن دکمه Create Virtual Copy یا رفتن به فوتو و زدن دکمه Create Virtual Copy فرقی نمیکنه یه کپی دیگه بگیریم خب من اینجا رایت کلیک میکنم روی نلی که اینجا دارم و گزینه create virtual copy رو میزنم یه کپی دیگه بر من از این تصویر بگیره هرچند که این رو بهتون بگم از virtual copy هایی که دارین میتونید دونه دونه اینا رو حذفشونم بکنید خیلی راحت مثلا من این تصویر سیاه سفیدی که اینجا داشتم و درست کردم رو اگر انتخابش کنم بعد دکمه delete روی کیبورد رو بزنم میتونم با زدن دکمه remove from lightroom این ویرچوال کاپی رو حذفش کنم بیایم سراغ ویرچوال کاپی دیگه که از این مورد گرفتیم بریم سراغ پریست هامون در بخش پریست ها سمت چپ الان در ورک اسپیس دیولپ هم هستم در پریست های سمت چپ میتونم کلیک کنم و گزینه های بلک اند وایت یا بی رو که اگر دارید انتخابشون کنم این برای پورتراس اگر زوم کنم بهتر مشخص میشه بهترین تاثیرگذاری رو, رو روی پورتراس داره روی تصاویر صورت داره میتونیم بیایم سراغ مثلا گزینه استایل و بلک اند وایت و روش کار کنیم فکر می کنم بهتر از بقیه است یا اینکه اصلا مستقیما بیایم سراغ پریست های بی ان دبلیو و یکیشون رو انتخاب کنیم ببینید من موس اوور هم میکنم دونه دونه اینا رو من نشون میده هر کدوم خواستین میتونید سلکت کنید به این شکل اول یه پریویو بهتون میده هر کدوم خواستین میتونید با کلیک کردن به راحتی اکتیوش کنید فعالش کنید به همین راحتی در قسمت BMW هم که اینجا شکل گرفته برای من من میتونم دونه دونه باز همین قلجکا رو جابجا جا کنم برای اینکه تصویر بهتری رو در نهایت به دست بیارم اون چیزی که مد نظرم هستش پس میتونی از پریست ها هم استفاده کنید گزینه بلک فوق العاده است مخصوصا برای دوستانی که عکاسی میکنن به صورت حرفه ای از پورتره ها و در آتلیه های عکاسی کار میکنن مثلا میخوان یک آلبوم عروسی رو درست کنن نیاز داریم به اینکه برخی مواقع برای زیباتر کردن اون آلبوم عکسمون از تصاویر بلک اند وایت استفاده کنیم تصاویر سیاه استفاده کنیم میبینم خیلی جاها در آتلیه ها وقتی دارن این کار رو انجام میدن برای بکراند تصویر اصلی مثلا این تصویر اصلی رو انتخاب میکنن که بکراند کار قرار بگیره سیاه و سفیده. حالا چند تا, تا... چند تا, تصویر رنگی قابدار کوچیک هم اطراف اون تصویر سیاه و سفید اصلی میچینن از عکس های دیگه مثلا عروس و داماد خیلی کارا میشه باش کرد خب اکاسان هم که مدام اکاسی میکنن خیلی از تصاویرشون رو ممکنه تصویر سیاسفید کنن به خاطر اینکه جلوه قشنگتری بگیره کار هنری بشه بر از شون بهتون پیشنهاد میکنم حتما با این بخش کار کنید چون واقعا کار بردیه و اگر جایی بخواین کار کنید مطمئنا کار کردن روی تصاویر سیاسفید رو ازتون میخوان در انتهای ویدیو مثل همیشه ازتون درخواست میکنم دوستان عزیزم لطفا ویدیو رو لایک کنید توی کانال یوتیوب و پروت آکادمی سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فعال کنید که ویدیوهای جدید ما رو از دست ندین تمرین ویدیو ها هم حتما فراموش نشه ممنونم از همراهیتون باز هم همراه شما دوستان عزیزم خواهم بود متشکرم موفق باشید